بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، با ذکر یا ذوالجلال و الاکرام برنامه امروز آغاز میکنیم و تقدیم میکنیم به همه شما عزیزانی که همیشه بیننده برنامه روشنا هستیم. به صورت زنده و مستقیم با شما عزیزان یک جای هستیم و آرزومند بهترین لحظات هستیم برای یک یک شما عزیزان. از خدای بزرگ میخواییم که همیشه موفق و پیروز و سربلند باشین و اعضای خانواده محترمتان همیشه در خوشبختی ها و موفقیت ها باشه. عزیزان بیننده همراه ما باشین در برنامه روشنا و بسیار خوش میشیم که با ما از طریق نمبر واتساپی که براتون میگم با ما در ارتباط باشین. از همین شروع برنامه میگم و بسیار خوشحال میشیم که از این طریق با ما در ارتباط باشین. مثبت 964 780 255 40 13 نمبر واتساپی ما هست. اما قبل از اینکه بریم صحبت و گفتگوی ما را شروع کنیم، چند تا سوال داشتم از شما عزیز بیننده. بله، خب اگر یک زمان مورد توهین قرار گرفتی چه عکس العملی نشان میدی؟ چه میکنی؟ اگر یک زمان مورد تهمت قرار گرفتی چه عکس العملی نشان میدی؟ چه رفتارهایی داری؟ چه واکنشهایی نشان میدی؟ یک زمانی که یک چیزی که در زندگی، در محل کارخانه و خانواده میبینی و خوشت نمیایه، چه واکنشی نشان میدی؟ خب فکر کنین. بله، حتما همراه خودتان میگن که خب ناراحت میشم، عصبانی میشم، خشمگین میشم. بله، این واکنش ها طبیعی هست. و اما ما میخواییم امروز در رابطه با مدیریت خشم صحبت کنیم. گاهی مواقع ما و شما فرق نمی کند، در بسیاری از سختی های زندگی یا بسیاری از ناراحتی هایی که در زندگی می بینیم خشمگین می شیم، ولی باید مدیریت خشم داشته باشیم. چه قسم و چرا؟ از خانم حسنزاده عزیز می پرسیم که امروز کارشناس برنامه هستن. سلام خانم حسنزاده و خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و بینندگان عزیز برنامه روشن. امیدوارم که در هر جا برنامه خودشون رو می بینن جور و صحتمند باشن و روز خوب خوشی برای همه بینندگان عزیز از خداوند متعال خواست دارم. تشکر یک جهان. خانم حسنزاده عزیز، بله، دوباره در برنامه روشنا با یک موضوع بسیار خوب و مهم امروز آغاز این موضوع هست، همراه ما و شما هستند در رابطه با مدیریت خشم. خانم حسنزاده، خب به هر حال ما میبینیم که در امور زندگی ما خب هست دیگه، زندگی مشکلات داره، بگو مگوهای داره. گاهی وقتا انسان ها نسبت به رفتارهایی که میبینه از دیگرها گاهی وقتا احساس خشم میکنن، عصبانی میشن و واکنش های بسیار عجیبی مثلا از خودشان بروز میتن که به خاطر همون خشم بیش از حدشان است. ولی خب ما همیشه به عزیزان بیننده گفتیم، خانم حسنزاده، گفتیم که فقط نیاز نیست که مثلا یک انسان در یک فابریکه یا در یک شرکت مدیر باشه، انسان باید مدیر خودشون باشه، یعنی مدیر رفتارهای خودش باید باشه که چه قسم رفتار میکنه، چه قسم گفتار داره، چی میگه، چه عکس العمل میده. چقدر خوب است که ما بیایم مدیر رفتارهای خودمان باشیم که یکی از اون رفتارها خشم است. پس ما میخواییم از مدیریت خشم بر عزیزان بیننده بگویم و بگویم که شما هم از امروز مدیر هستین و باید مدیریت کنین. حالا چی را علاوه بر سایر موضوع زندگی را مدیریت رفتارهای خود ما را هم باید داشته باشیم؟ بله، خدا من رو شکر گذارم که مجدداً توفیق داد در خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه روشنا باشم با یک موضوع جدیدی. و اما همونطور که شما فرمودید، بله، موضوع خشم یک موضوع بسیار حیاتی در زندگی ما هست و باید او رو قبل از همه چیز مدیریت کنیم. انشالله که از خیر برکات این جلسات بینندگان عزیز استفاده کنم و اثرات مثبت به زندگی ما و آرامش ما و اطرافیانمان این مباحث داشته باشه. انشالله. بله، بله، همونجور که شما فرمودید مدیریت خشم رو ما میخوایم صحبت کنیم.
جوری هست که خشم شاید بینندگان عزیز بگن که خیلی بحث سنگینی باشه و میگم نه، همه کارهایی که روزمره تک تک ما با او روبرو هستیم ممکنه انسان رو ناراحت و خشمگین کنه. همونطور که شما فرمودین در زندگی انسان کارهایی که اطرافیان انسان انجام میده، فرزندان انسان، خواهر برادر انسان انجام میده، اینها در تمام زندگی ما میتونه تأثیر گذار باشه و ما یک واکنش های در مقابل اونها انجام بدیم. ولی با توجه به این که شرایط زندگی نسبت به قبل اگه خواسته باشیم بسنجم خیلی تغییرات کرده، همونطور روح روان انسان ها هم تغییراتی در او صورت گرفته، سبک زندگی هایی که انسان داره باعث میشه که در او تأثیر گذار باشه و هرچی جلوتر هم بریم در زندگی های ما بیشتر با او روبرو هستیم. یعنی بیشتر میبینیم که افرادی زودتر ناراحت میشن، به کوچکترین حرفی دلگیر میشن، چون سبک زندگی ها جوری شده فشرده، به قول ما میگیم که فشرده شده و روح روان افراد رو تحت تاثیر قرار داده. از این رو ما بحث مهار کردن و کنترل خشم رو میخوایم بیان کنیم. انسان خوب است که این موضوع رو در زندگی خود رو اول بسنجه که به چقدر از اون مبتلا هست، بعد بتونه رو از اون کنترل کنه. چون هر جای انسان باشه، هر جایی که زندگی کنه، در حد رد سنی انسان باشه، چی نوجوان باشه، چی بزرگسال باشه و چی جوان باشه، حتی فرق نمیکنه زن باشه یا مرد باشه، چه جنسیتی داشته باشه، با این مورد برخورد داره و میتونه در زندگی از او خشم و ناراحتی که پیش میایه تاثیرگذار باشه. و یه ما بگیم که مهار کردن و کنترل کردن از او بستگی به اراده خودمان داره. یعنی چقدر انسان آگاهی های خوب بالا ببره که بتانه در خشم از او برو از او تأثیری نگذاره. اصلا ما میخواییم در این جلساتی که در خدمت بینندگان عزیز هستیم این رو بگیم که خشم چی هست، انسان چطور بتانه این خشم رو مدیریت کنه، علایم از او چیه، راه های راز خشم به چه صورت هایی است و چه آثار و پیامد هایی میتونه اللحاظ زیستی و هیجانی و رفتاری، البته با توجه به روی کرده روانشناسی اسلامی ما اینا رو بحث کنیم و انشالله در آخر هم میخوایم راهکارهای مفیدی رو برای مقابله با ازی در زندگی های ما اتفاق میفته که این رو راه های مقابله از رو بیان کنیم. من همین الان هر کی داره برنامه رو میبینه این رو میگم که در ذهن خود تجسم کنه درست. یک شناختی از خود خوب بسنجه که من چقدر در طول روز خشمگین میشم، چون این شناخت است که انسان به انسان میتونه کمک کنه که خود خود درمان کنه. همونطوری بعضی از افراد هستن میگن که ما نمیفهمیم چرا خشمگین میشیم، نمایین ناراحتی کنیم، پرخاشگری کنیم، ولی این در رفتار ما به وجود میایه و ما میخوایم این رو درمان کنیم، کنترل کنیم. ما میگیم مثل یک بیمار وقتی که میخواد به پیش دکتر بره، اول شناخت میده از بیماری خود، توضیحاتی میده که من در چه ساعتی مثلا این بیماری من هست، چه علائمی داره و اینها. این خشم رو هم انسان میتونه یک روز بشینه از صبح تا شب فکر کنه، صبحی که بیدار شده بسنجه این رو شناخت به دست بیاره، چون شناخت مسئله باعث میشه که حل مسئله راحت تر صورت بگیره. پس یک فرد باید به کار ببره که شناخت رو داشته باشه از خود. حالا ممکنه سوال بشه که به چه طریق من این شناخت رو به دست بیارم. میگم یک فردی که از صبح از خواب بیدار میشه، تا شب بسنجه که من چی رفتارهای، چی صحبتهایی داشتم، چون معمولا خشم و پرخاشگری و بعدش هم که رفتار و واکنش انسان به وجود میایه از تعاملاتی است که انسان با بقیه داره. درسته، حالا با اولاد هست، با مثلا همسر هست، به هر حال با اگر بیایم یه خانواده گسترده رو فکر کنیم، با اقوام هست دیگه، مثلا با مثلا خانواده گسترده رو بگیریم، خب مثلا مادر کلان، پدر کلان، خسور، خشوع، به هر حال اینا همه هستن در جمع اعضای خانه. حالا اگر از خانه باز بیرون شویم باز فامیل و قوم و خویش هستن. بله، ما میگیم باید به یک فردی رو بسنجه وقتی در طول روز من چقدر با اطرافیان خود صحبت کردم.
یعنی چقدر با فرزند خود صحبت کردم، با همسر خود صحبت کردم. اگه یک فرد مجردی است، با خواهر خود، برادر خود صحبت کردم، با همسنفیا خود یا به همکارا خود، هر کسی که در هر رده سنی است، من با اینا چقدر در طول روز صحبت کردم از صبح تا شب، و چقدر در صحبت های من داد و فریاد بود، سر صدا بود، جیغ یعنی بود. خشم یعنی همین دیگه، یعنی یک تعریفی از خشم ما نداشتیم خانم از تعریف انشالله میرسیم، ما ضرورت بیان ولی میخوایم خشم نه، یک احساسی است در انسان به وجود میایه، چون الان فرمودی تعریف خشم، میخوام بگیم یک احساسی که در انسان وجود داره و خیلی هم خوب هست، مثل غمگین بودن، ناراحت بودن، شاد بودن، اینها احساسی است که در خداوند در انسان نهاده هست. ولی الان باز برای تشخیص خشم ما این رو بیان میکنیم که میتونیم بگیم خشم یک حالتی هست که این احساس بد نیست، ولی زمانی بد میشه که به رفتار پرخاشگری، خشونت منتهی بشه، یعنی باعث بشه که انسان خشم خود کنترل نتونه بکنه و به رفتار بدی از او منجر بشه. این رو میتونیم بگیم تعریف خشم هست و توضیحات انشالله در آینده ما در همین جلسه انشالله بیان میکنیم. حالا مثلا یک مادر رو گفتیم خودخور بسنجه، که من از صبح به سر فرزند خود مثلا صحبت کردم، 10 بار با این فرزند خود صحبت کردم، از این 10 بار چند بار جغداد بوده، چند بار خدایی نکرده لتکوب و ناسزا بوده، چند بار از این درکوبیدن بوده، یا مثلا سرصدا کردن با اولاد بوده. معمولا مادران فکر میکنن اگه سرصدا کنن اولاده از اونا زودتر در برابر از اونا مطیع میشه، ولی ما این رو میگیم که در یک فرضی که میخواد فرزند خود تربیت کنه، هر آنچه که احترام به از او فرزند بگذاره، بدانه که او فرزند در آینده حال کودک است، در نوجوانی و جوانی بری از او احترام قائل هست. خب بعد از یک میان برنامه ما ادامه صحبت ها را خواهیم داشت. عزیزان بیننده همچنان با برنامه روشنا همگام و همراه باشین. معبود من، مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم، و این سرفرازی بس که تو خدای من باشی. تو همان گونه هستی که من دوست دارم، پس مرا چنان بساز که خود دوست داری. خدای من، اگر از من نیکی هایم را بخواهی، همه را به تو خواهم بخشید، با این که خود به آنها سخت نیازمندم. من بنده تو هستم و تو پروردگار منی. خداوندا، به تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو میپوشانم زشت گردانی، تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم، تا زین را به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم. تشکر میکنم از شما عزیزان. با برنامه روشنا با موضوع مدیریت خشم همراه و همگام هستین، و ای که خشم چی هست در زندگی ما و چرا باید ما مدیریت خشم داشته باشیم و چگونه داشته باشیم، همه اینها در روزهای یکشنبه برای شما عزیزان گفتگو میشه با کارشناسی خانم حسنزاده عزیز و محترمه. خب خانم حسنزاده،
ادامه صحبت بپردازیم که بیننده های ما منتظر هستن. بله، ما گفتیم بینندگان عزیز یک دقت بکنن و به این خود بسنجن که در چه مرحله هستن. درستن. یک شناختی از خود خود به دست بیارم، یعنی بسنجن که دوز خشمگینی از اونا در طول روز به چه شکله. درست. اول مرحله گفتیم ببینید چقدر صحبت میکنن. دومین مرحله که ما الان میخوایم بگیم که صحبت ها از اینا چقدر میتونه، مثلا یک مادری رو مثال زدیم، چقدر محبت آمیز باشه، بار عاطفی داشته باشه. درست. و چقدر میتونه بار منفی داشته باشه و با سرصدا و جنگ و دعوا باشه داخل خانه. خب این یک مادر باید خود خود بسنجه که من از صبح تا شب بلند میشم چقدر میتونم با فرزند خود رابطه عاطفی داشته باشم، چون یک مادر باید مادر مهربان کوی از عاطفه باشه که بله. بتونه فرزندی با آرامش تربیت کنه. خب و چقدر از صحبت های از او با مثلا خدای نکرده با طوری که نباید با یک فرزند صحبت کنه صحبت کرده و چقدر از صحبت های از او باعث دلگرمی می شده بری فرزند از او، مثلا عزیز دلم، نازنین و پسر گلم، دختر گلم، از این کلمات به کار برده. این کلمات باعث میشه که برای خود از این فرزند یک دلگرمی ایجاد شه و فرزند هم مطیع از او بشه. درست. با وجودی که به فرزند ما رو قبول داریم، هر فرزند فرزند مادر ناراحت میکنه دیگه. نه ناراحت میکنه، اذیت میکنه. اینجی باید مادر که کنترل در دست از او باشه بله. و خشمگین نشه. بعضی از مادران جوری هستن متاسفانه به جای کسی که خشم کنترل کنه، خشم از اونا، خشم میای اونا کنترل بکنه. ممکنه از اونا سوال کنیم آیا فرزند تو کار اشتباهی انجام بده، هم ناراحت میشی طفلتو مثلا همچی کاری انجام بده؟ بگه نه من ناراحت نمیشم، مگه ناراحت شم باعث میشه که خود کنترل کنم. ولی اگه این رو صادقانه پیش خود خوب بیاییم، بین خود خوب و خدای خوب بسنجه، و این رو متوجه میشیم که بعضی از اوقات واقعا جوری هست که واقعا ناراحت میشه مادر. یک شعار میتونیم بگیم هست و این باعث میشه که کنترل از او خشم رو کنترل بله، کنه بله. و ناراحتی از خود خود حتی از بیرون از خانه بعضی از والدین هستن که به سر فرزندان خوب پیاده میکنن. خب این ما میخوایم در این مباحث این رو به بینندگان عزیز بگیم و با همفکری بینندگان عزیز تلاش کنیم که آگاهی های خود خوب بالا ببریم و با اراده قوی و با امید خدا بتانیم خشم خود خور کنترل کنیم. بله، چقدر خوب و عالی. بله، شما بیننده های عزیز میتونین از این طریق با ما در ارتباط باشین، پیامک ارسال کنین، نظرات خودتان رو برای ما به اشتراک بگذارین و به هر حال سوالاتی اگر در این زمینه دارین حتما پرسان کنین. مطمئنن شما مادران عزیزی که همکنون بیننده برنامه روشنا هستین در این زمینه سوالات زیادی در ذهنتان میاد. خب میتونین که از این طریق با ما در ارتباط باشین و پرسان کنین از طریق نمبر واتساپی که شروع برنامه براتون گفتم. خیره، بازم براتون تکرار میکنم، مثبت 964 780 255 13 نمبر واتساپی ما هست، با ما در ارتباط باشین و همکنون پیام های خودتان را و سوالات خودتان را و همچنین نقطه نظرات خودتان را برای ما ارسال کنین. بله خانم عزیز، حالا خب بپردازیم به تعریف خشم. حالا خب وقتی ما از این صحبت کردیم که خب به هر حال خشم گونه است که یک احساس هست، خب حالا خوب است یا بد است؟ حالا ضمن از اینکه یک تعریفی میکنیم در این زمینه با صحبت کنیم. بله، خشم یک احساس بنیادی در انسان، یعنی در انسان وجود داره، کسی او رو در انسان قرار نمیده، بلکه در خود انسان از بطر تولد این احساس وجود داره، این احساس خشم. ولی خود خشم رو فرمودین شما به خودی خود واقعا خوب است در انسان. خوب است؟ چون انسان نفی نمیشه، یعنی نه. یکی از نعمت‌های الهی است که در وجود انسان نهاده شده، چون به وسیله همی خشم است که انسان میتونه در برابر دشمن از خود خود دفاع کنه و حتی در آموزه‌های اسلام واقعا به این تاکید شده که او رو در کنترل انسان باشه. بودن خشم خوب است در صورتی که کنترل شود، بتونم مهارش کنم، بتونم مدیریتش کنم. احسن. ولی احساسی هست که میتونیم بگیم خود خشم یک احساسی از ناخوشایند، یعنی وقتی هست که وقتی به سراغ از انسان میاد انسان او رو دوست نداره. حالا خوبیاشون رو میگیم خانم حسن زاده؟ بله. می اگر خوب است چرا باید مهارش کنیم؟ خب خوبی های از اون که یک جوری هست که خشم گفتیم در برابر دشمن انسان میتونه از خود خود دفاع کنه. درست. خشم به خودی خود خوب است، ولی
حد اعتدال از او خوب است. اگه درست. بیش از حد اعتدال بود باید او رو از بین برد، او رو کنترل کرد. حالا چون میزان خدای او رو باید بگیم مثلا در حد چون مثال. به رفتارهای ناخوشایند باعث میشه تبدیل میشه تبدیل بشه و همین رفتارهای ناخوشایند ممکنه در زندگی انسان تاثیر بگذاره. مثلا روی همین تعریف خشم روی مادر همون درست. چون بیشتر کسانی که در ارتباط هستن و زودتر از همه ناراحت میشن مادران گرامی بله. هستن، چون اولادا واقعا در دور زمانه اذیت دارن میکنن بعضی از والدین خود. خب وقتی که دچار ناراحتی بشن ناخودآگاه احساس خشم از اونا دست میده و اینجی ما میگیم که حتی اگه این خشم خود کنترل نکنن حال بره هر فردی باعث میشه که اون خشم از اون رفتارهای ناپسندی از اون دست مثلا دست بزنه، مثلا رفتاری دست بزنه که آرامش خانه و خانواده رو از بین ببره، حتی اگه کنترل نشه با آرامش جامعه رو از بین ببره. همین خشمی که شاید حتی خود انسان رو باعث میشه تحقیر کنه، جلوی دیگران کوچیک کنه، چون انسان یک احساس خشم به او دست بده و کنترل نکنه میتونه بگیم شبیه دیوانگی و جنون هست و حتی در روایات هم از این حد و حدود داره دیگه. پس خوب انسان وقتی که خشم به سراغ از او میایه، ناراحتی به سراغ از او میایه، اولین کاری که میکنه در برابر از او آرامش خود خود حفظ کنه، چون باعث نشه فکر از او و ذهن از او رو خشم تحت کنترل بگیره. اگه تحت کنترل گیرش واقعا عواقب خیلی بدی میتونه داشته باشه در زندگی از او. و حتی میتونه یک فرد خشمگین، شما اگه تصور کنه مثلا مادری که یا پدری که خشمگین هستن بله. واقعا اینها از افراد پرخاشگر در خانه هستن، اولادا از اونها همیشه تحت عذابن و خوش دارن بیشتر در بیرون از خانه باشن تا خودی از این مادر پیر خوب برخوردی نداشته باشن. تا صبح تا شب میبینه مادر به سر از این فرزند جیغ و داد میکنه. خب وقتی که او بیرون از خانه میره آرامش میداره، در صورتی که باید برعکس باشه، یک فرزند در داخل خانه آرامش داشته باشه. وقتی خود مادر بعض وقتا نمیتونه خود خود کنترل کنه درسته. آرامش روانی نداره، چطور میخواد به همسر و فرزند از خود خود آرامش بده؟ بلکه باعث میشه این افراد از خانه فراری باشن و چه عواقبی رو در خارج از خانه ممکنه به سراغ از بله. یا پدری هسته واقعا پرخاشگر بودن، افرادی آمدن گفتن پدر ما جوری است که وقتی بیرون از خانه است او خانه آرامشه. به معنی که به داخل خانه میایه داد فریاد جیغ سر صدا، حتی حرفایی که مای داخل خانه بزنه با جیغ و داد میزنه، با امر و نهی میگه. خب این باعث میشه که همون خارج از خانه باشه برای ما آرامش روانی بیشتر باشه. خب ما این گونه افراد رو میگیم باید تحت کنترل داشته باشن خشم خود خور، یعنی جوری باشه که وقتی به داخل خانه میان گرچه از یک قضیه ناراحتن، ممکنه مشکلات گفتیم مشکلات در بله، روزگار زیاد است بسیار مشکلات. هست ولی باید انسان بر اعصاب و روان خود خور کنترل داشته باشه که بتانه زندگی موفقی رو پیش ببره. پس اگه احساسات رو کنترل نکنه، این احساس ناخوشایند باعث میشه که طیف گسترده ای از خانواده جامعه بله. حتی اقوام از او رو فرا بگیره، یعنی به معنی که به داخل یک جمعی قرار میگیرن میگن حالی که سر صدا کنه یا از این خانه دور شیم یا باعث بشه که گوشای خور بگیریم بودن افرادی بله، همچین بله. افرادی. پس میتونیم بگیم خشم وقتی میخواد انسان تشخیص بده که این فرد خشمگینی هست، خوب از همون صحبت های از او تحت نظر بگیره. صحبت ها از او با جیغ و داد بود میتونیم بگیم که این فرد فرد خشمگینی هست. البته خشم و خشونت دو چیز متفاوت خانم سوری. خشم و خشونت آره، خشم یک احساسی که به انسان دست میده ولی بله. خشونت یک رفتاری از یک احساس سر میزنه، باعث میشه که داد فریاد بزنه در خشونت. آره در خشونت، چون خشم همون ادامه احساسی همون نه. خشم نیست اصلا، او احساسی است در خود از او، ولی وقتی که به رفتار از او پیدا شد خشونت میشه. درست است، رفتاری که به خاطر خشم از او سر میزنه را میگیم خشونت. آره. این هسته که بار منفی داره، وگرنه خشم به ذاتی خودش هیچ بار منفی نداره. ممکنه یک فردی آل رسیدیم به این موضوع که چرا باید خشم مهار کنیم، نیست؟ بخاطر از اینکه به خشونت گرفتار میشیم دیگه. خشونت هم که دیگه معلوم است دیگه، ممکنه عصبانیت، حتی خدای نکرده دعوا، جنگ، لتوکوب و امثال هم
همه افراد ممکنه خشمگین بشن الان ولی فریاد را نمیندازن. ممکنه از یک چیز خیلی ناراحت بشه داخل خانه یا از دیگران بسن به داخل سرکار بوده، باعث بشه که افرادی که داخل سرکار هستن یا همسینفی ها از به داخل مدرسه برای از این فشار بیارن، حرف نابروتی بزنن. ممکنه ناراحت و خشمگین شه ولی در اینجا سکوت میکنه، آرامش خود حفظ میکنه. درست. و بر او خشم خود خوب باعث میشه که غلبه کنه، حتی شدت عصبانیت از او زیاد باشه ولی باز هم در جواب از او چیزی نمیگه که بعداً پشیمان شه. اینجی است که میگیم خشم یک ضروریت در انسان. درست. یکی از نعمت‌های باعث واقعا نعمتیه برای انسان. اگه اون نبود انسان حتی نمیتونست در برابر خطرات خودو حفظ کنه، چون بعضی از جاها واقعا خشم لازمه، خصوصا مثلا جنگی که صورت میگیره. درست. که مثلا جنگی رو صورت میگیره که واقعا از روی انصاف و اینها هست، واقعا لازم هست اون جنگ، این خشم در اون جنگ لازم هست. بله. و این مواردی است که اگر این نیاز حیاتی در انسان نباشه، بعضیا میگن بیاین خشم رو در زندگی خودمون ریشه کن کنیم، بلکه میگیم این لازمه زندگی هست. درست. باید یک مقداری باشه در زندگی. و در حد اعتدال، در حد اعتدال، که خب به هر حال حد اعتدال هم دوست دارم که خانم حسن‌زاده با مثال‌های مختلف بگه برای شما عزیزان بیننده. حالا فعلا میان برنامه داریم تقدیم شما و بعد از میان برنامه باز هم در این مورد گفتگو میکنیم. خداوندا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است به چشم دل مشاهده کنم. مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خداوندا، لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد، لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین. خب بسیار خوشحال هستیم که امروز در جمع با صفای شما خانواده های عزیزی هستیم که همیشه در رفتارهای خودتان مدیریت دارین، به خصوص مدیریت خشم، که امروز در برنامه روشنا با این موضوع با خانم حسن‌زاده با شما عزیزان گفتگو داریم.
و بله بازم بیان میکنم که اگر سوالاتی دارین میتونین از خواهر خومه خانم حسن‌زاده پرسان کنین. امروز کارشناس محترم برنامه ما پاسخگوی سوالات شما هستن. و مدیریت خشم در زندگی را خانم حسن‌زاده تعریف کردن برای شما عزیزان و گفتن که بهترین خشم خشمی است که حالت اعتدال داشته باشه. حالا بپرسیم که این حالت اعتدالش چه قسم هست خانم حسن‌زاده؟ حالا خشم خشم است دیگه، یک نفر که به هر حال خشمگین میشه خودگه میشه دیگه، گاهی وقتا نمیتونه کنترل کنه، آره خب هرچی میگه مثلا خشونت میکنه، رفتارهای بد داره. حالا خب حد اعتدال از او چه قسم است؟ بله، خشم گفتیم که به خودی خود بسیار عالیه و یکی از نعمتهای الهی رو بر او ذکر کردیم و لازم هم نیست هیچ وقت خشم رو در انسان از بین ببره در خودش، یعنی بگه من هیچ وقت ناراحت نمیشم. میتونه بگیم یک فرد خونسای از او ذکر کرد و بسیار نامطلوب است در زندگی، بلکه این رو خداوند در انسان قرار داده. گفتیم افراد نکنه، یعنی اونو مهار کنیم. از طرف عاملی است که میتونه بگیم خداوند این رو در انسان قرار داده که انسان رو به وسیله خشم آزمایش کنه. این رو باید حتما ما در نظر گرفته باشیم که بتانیم اعتدال از اون رعایت کنیم. درست. که این خشم ما مایه آزمایش مایه. ما چقدر میتانیم خدا رو راضی نگه داریم، یعنی اینقدر میتانه مرتبه نگه داشتن خشم بالا باشه. چون خشم یک حالتیه که بعض وقتا نیروی جسمی انسان باعث میشه که بر او غالب بشه، بر فکر از اون بله. کتاب نمیذاره فکر کنه، حتی ممکنه دست به عملی هم بزنه، ولی نیرویی که باعث میشه انسان اون خود کنترل کنه در برابر خشمی که انجام میده، درستان. این است که یعنی حد اعتدال رو رعایت کنه، این است که بتونه او رو در اختیار بگیره اون نیروی الهی. حتی خداوند متعال جزء ویژگی های انسان با تقوا او رو نام بردن، بله. یعنی اینقدر مرتبه او رو بالا بردن. خداوند متعال در سوره آل عمران آیه 134 می فرماین الذین ينفقون، یعنی کسانی که انفاق میکنن فی سرائه و ذرائه، یعنی در پنهان چه توانگر باشه و چه تنگ دست باشه انفاق میکنه، اونها قشنگ واو عطف رو بکارده و کاظمین الغیظ، یعنی کسانی که خشم خود رو فرو میبرن. داره ویژگی های متقین رو بیان میکنه، کسانی که دارن انفاق میکنن در توانگری و تنگ دستی، کسانی که خشم خودشون رو فرو میبرن. بله. حتی به این قسمت هم خداوند متعال بسنده نکرده، فرو بردن خشم، ما میگیم همون کنترل کردن رو به اینجا مرتبه بالاتر رو گفته، گفته از خطای مردم میگذرن، یعنی خشم خود خود فرو میبرن بلد. ولی از خطای مردم هم میگذرن، خب یعنی باعث نمیشه برو از او بیارن. یعنی این قسمت خب ببینید چقدر ظریف است، خود تا کسی از خطای کسی نگذره نمیتونه خشم خودش رو کنترل کنه دیگه. یعنی هم... یک خطا رو از یک نفر میبینن خب میگذره ازش، خشم خود رو کنترل میکنه. درست؟ خب بعد ممکنه به چند روز دیگه برو از او بیاره. خب یعنی باز منت میمونه، منت بگذاره. ولی اینجی میگه باز هم اصلا باعث میشه چشم پیشی کنه، از خدا از رو بگذاره، انگار این رو ندیده. اینجی هست که میگه خداوند اونها رو دوست داره، یعنی از خداوند یکی از ویژگی هایی که برای متقین قرار دادن فرو بردن خشمه. وقتی انسان ارزش فرو بردن خشم رو بدانه که انقدر در زندگی انسان تاثیرگذار هست که خداوند او رو در مرتبه با افراد با تقوا قرار داده، مطمئنا باعث میشه که این نیروی الهی به انسان کمک کنه. یک ضرورت دیگه هم که خانم زوری در اینجا واقعا در زندگی ما وجود داره که ما کنترل رو خشم کنیم، اینه که فردی که ما گفتیم خشمگین میشه یک نیروی جسمی بالایی در او تولید بشه. شاید در اطرافیان همه بینندگان عزیز دیده باشن یک فرد خشمگین شده و ناراحت شده، داره سرصدا میکنه و اینها، بعضی از اوقات باعث میشه این نیرو چنان بر عقل از او، بر احساس از او چیره بشه که حتی اختیار از خود سر کنه، دقیقاً نمیتونه کنترل نداره بر روی کار. حالا لازم علمی هم اگر بیان کنیم، خب یک هورمون ترشح میشن، هورمون آدرنالین ترشح میشه که فرد دیگه اصلا نمیتونه دیگه پیش خود بگیره،
پیشروی خود گرفته نمیتونم و تا امکان داره که حمله کنم، مثلا امکان داره به لتوکوب و ایگفام برسه. حتی میگیم که هیجانات وقتی به داد و فریاد میزنه به قول شما به مرحله بارتبی بالاتر از اون میرسه، اینه که هیجانات از او چنان برسی زیاد میشه که حتی قابل کنترل بر او فرد نیست. خب این باعث میشه که اگه کنترل نکنه بر اثر بیانیات خود خود غلبه نکنه، خود خود اسیر هم کنه، یعنی باعث میشه اسیر خشم باشه. یک دفعه اگه بتانست با حول قوت الهی از خدا کمک خداوند تونست بر او غالب بشه، بدانه که دفعه‌های دیگه هم بتانه بر او خشم خودش غالب بشه. ولی خدایی نکرده اگه این خشم از اون ملکه شد، یعنی جز شخصیتش شد، جز وجودش شد، همیشه عادت از او بود، خلاص در هر شرایطی ناراحت و فکر میکنه که کار خود رو هم میتونه پیش میبره. خب بسیاری وقتا مثلا اینکه که میگن کار خود پیش میبره، اما تو رو میشه، چون بسیاری کسا میترسن ازش، نی؟ دوست دارن که مثلا بگذرن ازش. حالا میگن که مثلا این یک آدم است که بسیار خشونت میکنه، حالا بیا ما از این بگذاریم، ما کتا بیاییم گمش کن که خدا هدن کرده مثلا یک بیابی نکنه، مثلا یک آبرو ریزی نکنه، از اون خاطر از ترس از اون میگذرن. احسن، ای از روی اجبار میشه و حتی بعدم به نسبت به همین شخص هم در ارتباطات فردی و خانوادگی و اجتماعی از او تنفر ایجاد بشه. یعنی عموت مردم از او سعی میکنن تا جایی که بتانن فرار کنن. اگه نتونستن فرار کنن به خاطر ترس که اینا رو بیاب کنه، باعث میشه که بگذرن دیگه. یار مسلمان نیست کسی که از دست و زبان او در آسایش نباشن همه. خب در این قسمت میتونیم بگویم که اصلا او فرد دیگه مسلمان نیست، چرا که مردم از دست و زبانش در آسایش نیستن، از ترس مثلا به او احترام میمانن، از ترس مثلا به گفته های از او توجه میکنن، یا مثلا ارزش نداره در بحث اخلاق و ارسانیت. حالا این جزء مثلا نکات منفی است که ما انشالله باز بحث میکنیم که چه مثلا خشم چه مثلا نکاتی داره یا چه آثار و نتایجی آثار و نتایج داره. دقیقا بله، میگن که برخی از افراد مثلا شما اگه دیده باشن برخورد کرده باشن، میگن که من از بست که عصبانی بودم نتونستم چه کار میتونم، اصلا نمیفهمیدم چه کار میکنم، باعث شد حتی نتونستم جلوی خود خور بگیرم، حتی خدای نکرده ممکنه به یک طفل خود آسیب بزنن. همونطور کسایی بودن که پدر اینا از بس که یک کودک زاده باعث شده که کودک به شفاخانه کشیده بشه. بله. خب این علت یه بوده که پدر میگه من نمیتونستم خود کنترل کنم. یعنی چقدر یک کودک مثلا مورد ظلم قرار گرفته به خاطر خشونت پدر که نتونسته خود کنترل کنه. این به خاطر اون بوده که اعتدال رو در غیر مواقع هم رعایت نمیکرده، این جمع نسبت به کودک خود خود نتونسته رعایت کنه و حتی باعث شده همین شعله ناراحتی عصبانیت قدرت تفکر از او بگیره. یعنی یک طفل چقدر مثلا بله. گناهی که نکرده او طفل، ما میگیم کاری را انجام میده، بعضی وقتا پدر مادران که با اینا صحبت میکنه میگن اولاد ما اینقدر ما رو ناراحت و خشمگین میکنه، گاهی وقتا لازمه با اینا برخورد کنیم. ما نمیگیم لازم نیست، ما گفتیم اعتدال در خشم لازم، ولی تنبیه ها به صورت هایی باید باشه که در حد توان از او باشه، صدمه فیزیکی و جسمی و روحی نبینن. اصلا مثلا تنبیه میکنه در حد که اجازه نداری امروز مثلا ما تفریح ما این بریم، تو همراه ما بیایی. این خود از این شاید مثلا لحاظ گفتاری ما زیاد تاثیرگذار به روی ما نباشه، چون یک فرد بزرگ سال هستیم، ولی به روی از کودکی که دوست داره به پارکی بره یا بیرون بره با هم سالاخو بازی کنه، برای از او واقعا تنبیه سختی است به شکل. ولی بعضی از والدین فکر میکنن تنبیه فیزیکی باعث میشه که این فرزند رو درست تربیت کنن، در صورت که خب این فرزند باعث میشه که در آینده به صورت نوجوان و جوان بشه. ما در بحث‌های آینده میگیم یک نوجوان پرخاشگر علتی به کجا برمیگرده؟ به اونجی برمیگرده که کودک بوده، پدر و مادر از این به سر از این حالا ممکنه بگم ما از کودک نمیزدیم مثلا زیاد این فرزند رو نمیزدیم، ولی او حرفایی که میزدن، جیغ و دادی که میکردن به سر از این فرزند تأثیر گذاشته و باعث شده یک فرزند از لحاظ اعصاب و روان بسیار خودخور
نتونه کنترل کنه و پرخاشگری هایی در آینده داشته باشه. خب پس انسان خوب است که بر روی حرف های خود از ابتدا، ما گفتیم صحبت در بحث صحبت گفتیم از صحبت شروع میشه. بله. در تعاملاتی که ما کلامی داریم بیشتر وقتی تعاملات کلامی هست باعث میشه که انسان خشمگین بشه. خیلی به ندرت پیش میاد، نمیگم پیش نمیاد، پیش میاد، به ندرت پیش میاد که انسان از رفتارهای دیگران خشمگین شه. بیشتر از صحبت ها و ارتباطات کلامی هست خشمگین شه. پس انسان وقتی که خشم داره جوری برخورد کنه که در آینده پشیمان نشه. بله بسیار عالی، تشکر میکنیم خانم حسن‌زاده. انشالله با در برنامه های بعدی که روزهای یکشنبه هست بیشتر باز میکنیم این موضوع را، بیشتر صحبت میکنیم، آثار از او را بررسی میکنیم و انشالله راهکارهای بسیار خوبی را نسبت به مدیریت خشم برای عزیزان بیننده بیان میکنیم. تشکر از همراهی همه شما عزیزان بیننده. شما را به خدای بزرگ میسپاریم و بهترین لحظات را برای یک یکتان آرزو میکنیم. خدا نگهدارتان. صلاة الله سلام الله صلاة